با چند تا از فعالان سیاسی هم من اینجا دارم سعی میکنم اگه بشه صحبت بکنم. دکتر امیر حسین گنجبخش رو میبینم اینجا کنار خودم، اگه بتونم چند دقیقه داشته باشم دکتر گنجبخش رو، خیلی سر شلوغ، اگه بشه چند دقیقه با ما صحبت کنی دکتر جون. ممنونم ازت از وقتی که به ما دادی. در طول مدتی که شما الان داری فعالیت سیاسی میکنی، تا حالا تجمعی اینجوری دیدی از ایرانی ها؟ بله، ما در زمان جنبش سبز همین تعداد ایرانی ها آمدن تو خیابون. سکوت رأی من کن، یعنی در ایران هم اینجوری، ولی وقتی یه نهاد ضد ایرانی مثل ولایت برای تخریب اومده، چاره ای نیست که نتیجهش به این شعار برسه: مرگ بر ولی فقیه، مرگ بر خامنه‌ای. باید زودتر بره و این ایران رو از دست این آدم ها باید در آورد. و تردید هم نباید کرد، پیروزی خواهد اومد، دیر یا زود داره ولی خواهد اومد. و همینجور که میبینید این نسل جدیده، دهه هشتادیان، خب ایران رو میخوان بسازن، ایران ساز هستن، ما اومدیم اینجا ازشون پشتیبانی. شما خب شخصیت سیاسی هم هستی، یه سوال یه مقدار سیاسی تر ازت بپرسم. در شهر واشنگتن دی سی الان رویکرد دولت بایدن نسبت به مسئله ایران و علاقه بسیار شدیدشون برای بازگشت به توافق اتمی رو چجور ارزیابی میکنی؟ ارزیابی من اینه که خب به هر حال امریکای بایدن مسئله اتمی نشدن ایران، ما اینو باید بدونیم. به هر حال در زمینهای کلی میان پشتیبانی هم کردن. مهمترین چیزه چه کار عملی بتونن بردارن، و مهمترین اینه که امروز الان هست مسئله اینترنت و مسئله این که در تمام نهادهای بین المللی بیرون کردن عوامل حکومت. اینا حق ندارن نماینده ایران باشن. همیشه گفتم من به خاتمی رای دادم، هوادار جنبش سبز بودم، ولی امروز باید برم. خاطر این که تمام فرصتهایی رو که به وجود اومده بود که بیاد به سمت مردم رو سوزونده، و الانم که معلوم نیست زنده است یا مرده. از یک صحبت کوتاهی هم بکنیم راجع به سیاست ها و چرخش دموکرات ها و جمهوری خواهان که در کنگره من باشون صحبت میکنم، همه مخالف بازگشت به برجام و جمهوری اسلامی هستن، اما دموکرات ها وقتی باشون صحبت میکنی دو پهلو حرف میزنن، نه میگویند که میخواهن جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نه نشه. ارزیابی تو از این عملکرد دموکرات ها چیست؟ ببینید، 4 سال پیش من یه مقاله نوشتم و توش گفتم که این خامنه ایه که به برجام نمیخواد برگرده، چون اون موقع میذاختن گردن آقای ترامپ. اینجور نبود. خامنه ای پایانش اون روزی که بتونه با غرب رو نزدیکی بکنه. این هفته‌های پیش هم که صحبت بازگشت به برجام همه خوشحال بودن و صحبت میکردن، من گفتم نکنه فلانی اشتباه کردی، دیدم نه، آقای خامنه ای برجام واسش مرگه، بدونیم اینو، نندازیم گردن امریکایی. امریکایی بالا میرن پایین میان این ور میکنن، زمان ترامپ هم اینجوری تماس گرفتن فلان فلان که آقا بیاید یه کاری بود. آقای خامنه‌ای نمیخواد، این نگاه به شرق و یادمون نره، ایشون شوخی نمیکنه وقتی این چیزی میگه، ما جدی نمیگیریم حرفشو. ممنونم، متشکرم.